میدونیم که در آستانه سال روز جامعه خونین زاهدان هستیم، صحبتاتون رو میشنیدیم آقای حسین‌پور در ارتباط با جو و امنیتی شدیدی که وجود داره و تمام اعتراضاتی که امروز شاهدش هستیم در زاهدان و سایر شهرهای استان. بله، در بسیاری از شهرهای بلوچستان تظاهراتی انجام شده، الان هم در حال انجام هست. همکنون که من با شما صحبت می کنم، این تظاهرات هنوز در بعضی جاها ادامه داره، در بعضی جاها دیر خبر رسیده، ولی در شهر زاهدان جو بسیار امنیتی است. مسجد زاهدان رو محاصره کردند و به درون مسجد هم رفتند و در اونجا گاز اشکاور پخش کردند، خواستند که مردم رو به صورتی تحریک بکنند که اونها جواب بدن. مردم با آرامش به تظاهرات خودشون ادامه دادند، ولی جو همچنان امنیتی است و راه ها رو به زاهدان بستند. بیش از 70-80 نقطه در زاهدان منطقه امنیتی شدید هست، ایستگاه بازرسی ایجاد کردند. بنابراین جو در زاهدان همچنان امنیتی است و مردم همچنان در خیابان ها هستند. مولوی عبدالحمید هم امروز به مواردی از جمله تقاضای مجازات عاملان جامعه خونین اشاره کرد. به باور شما چه نکاتی در سخنان عبدالحمید امروز برجسته بود؟ خیلی کوتاه فرصت داریم. بله، مولوی عبدالحمید گفتند که دیه نمیپذیرند و تطمیع هم نمیشوند، برای اینکه مردمانی هستند در بلوچستان که سومین نسلشون هم کشته شده، یعنی پدر بزرگ و یکی از فرزندانشون کشته شدند. اینها دیگه نمیتوانند فریب جمهوری اسلامی رو بخورند و بگویند که یک مقداری پول میپذیریم و دیگه کاری نمی کنیم. بنابراین تظاهرات مردم برای احقاق حق همچنان ادامه خواهد داشت. مولوی عبدالحمید هم تأکید کردند که حق خواهی مردم به حق هست و مردم خواستار محاکمه این افراد هستند، ولی جمهوری اسلامی که تن به محاکمه اینها نمیده و گفته هم که ما نه آمران رو محاکمه میکنیم و نه عاملان رو، و شما مردم مجبورید اون چیزی رو که ما میگوییم بپذیریم. مولانا عبدالحمید هم گفتند این چیزی است که قابل قبول نیست و ما تبعیض و رفع تبعیض رو خواهانیم، باید رفع تبعیض بشه.